باز عنوان می شده که همه انسان ها با هم برابرند و از حقوق برابر برخوردارند اما طول تاریخ نشون داد که گویا برخی برابرترند و تعریف همه انسان ها به زم افراد و عقاید مختلف متفاوته مثلا مؤمنین رو شامل میشه یا همه مردان رو و گاهی همه تابعین قلمرو کشوری مشخص رو یا از او تنگتر همه ملتزمین به نظام خاص آیا تصاوی حقوق شعاری عوام است و اساسا قابل تحقق نیست یا تعریف دیگه از اون مد نظره در طی دو برنامه آینده برای بررسی تصاوی حقوق در خدمت دو حقوقدان نازنین سرکار خانم سهیلا عزیزی و جناب آقای دکتر سیروس مشکی هستیم برای اینکه بیشتر به بقوله تساوی حقوق بپردازیم خانم دکتر تساوی حقوق اصولا حقوق چی هست که به بعضیها تعلق بگیره به بعضیها تعلق نمیگیره منشأش کجاست چه کسی این رو تقسیم پندی کرده که حق هر کس رو داده قانون خداوند چی؟ فرمودید که از دیرباز این مسئله تصاوی حقوق یا مطرح بوده یا به نظر میومده که همه افراد حقوق مساوی دارن واقعا این واژه حقوق بشر یک واژه جدیدی هست و از اجزای مدرنیتی به حساب میاد برای اینکه واقعا تا موقعی که این فکر در دنیا اشاعه پیدا نکرده بود اگر ما به دوران خیلی قدیم برگردیم دوره های مختلف تاریخ اصلا نگران حقوق بشر نبودن این کانسپت رو این واژه رو سازمان ملل با اعلامیه حقوق بشری که صادر کردن و بعد کشورهای مختلف واقعا پیروش شدن و بهش احترام گذاشتن این باعث شد که یک برداشت جدیدی هستن از این که آیا بشر اصلا حقی داره یا نداره مطرح بشه و این دوره های قدیم وقتی بشر برای تلاش معاش یا به کشتن حیوانات یا به جمع آوری میوه یا به کشاورزی و زراعت مشغول بود خیلی مسائل حق مطرح نبود تا زمانی که سیستمی شد که بهره برداری و منفعت مالی و استعمار افراد و استعمار زمین ها پیش اومد و اینها کم کم باعث شد که اشخاص به علت داشتن اموال یا داشتن ثروت یا داشتن حیثیت و آبرو که این سه اصل واقعا همیشه در دنیا موثر بوده که آدمها رو با هم متفاوت بکنه که کی اموالی داره کی ثروتی و دارایی زمین و بعد اون حیثیت و آبرو از طریقی رابطه پیدا میکنه با این داشتن این اموال یا ثروت و در اون موقع اشخاصی که صاحب مال و منال بودن حق خودشون رو فراتر از حقوق دیگران دونستن و بعد راههایی پیدا کردن که تفاوتی بین اشخاص بگذارن و از طریق گرفتن یا پایمال کردن حقوقشون بتونن برتری خودشون رو ثابت بکنن بنابراین خیلی زمان میبره و خیلی تغییر تفکر بشری لازم هست تا بتونیم از حقوقی که برای همه مساوی باشه برخوردار باشیم خانم دکتر اشاره کردن که حقوق بشر و این تصاوی حقوق از نشانه های مدرنیته است اما من سراغ دارم نشانه های قبلتر از این زمان حاضر مثلا همیشه عنوان میشه که منشور کروش مقدمه حقوق بشر هستش یعنی این تمایل به اینکه هم از حقوق برابر برخوردار باشن از اون زمان وجود داشته یا به هر حال در ادیان ممکنه که رفتار ها گونه دیگه بوده ولی اساس ادیان انما المؤمنون اخوه مثلا در اسلام مطرحه یعنی اینکه همه مؤمنین رو در واقع در سوق واحد قرار میده که البته خودش میتونه منافی حقوق بشر هم باشه ولی که ذکر مؤمنین داره میشه اما نشانه هاش قدیمتر از مدرنیته الان هست شما نظرتون چه نه ببینید خانم دکتر درست فرمودن حقوق بشر به مفهوم حقوق بشر یه مسئله مدرن هست ولی حقوق به صورت مطلقش همطور که فرمودید خیلی از دیرباز بوده اصولا حق چیه؟ حق چیزی است که در مقابل تکلیف قرار میگیره یعنی حق اگر من حق دارم دیگران در مقابل من یه تکلیفی دارن که این حق رو رعایت کنن و مراعات کنن اگر من حق مالکیت دارم دیگران مکلفن تکلیف دارن که این حق مالکیت منو مقدس یا محترم بشمارن بنابراین حق اون چیزی است که به من یا به دارنده اون یک توانایی و یه امتیازی میده که دیگران مجبورن او رو رعایت کنن و محترم زن. اما اینکه این حق از ابتدای تاریخ در نهاد بشر چگونه پیدا شد این بحثی است که پیروان مکتب حقوق تحققی یا پوزیتیویست ها معتقدند که حقوق آخه دو مکتب در اینجا وجود داره یکی میگن مکتب فطریه که حقوق اصولا وجود داره در طبیعت وجود داره و آدم ها میان اینها رو کشف میکنن به عبارت دیگه قانونی که نوشته میشه در مجلس مجالس مقننه یه چیز جدیدی رو به وجود نمیاره بلکه اون اصولی رو که در طبیعت وجود داره میاد مدون میکنه و میمیسه در مقابلش حقوق پوزیتیویست، اونی که حقوق تحققی بهش میگن میگن نه هیچی در طبیعت وجود نداره الا اون چیزی که انسان میاد وضع میکنه و به اطلا از طریق مجالس مقننه ایجاد میکنه همچنان که میدونید مثلا سقراط حرفی که میزد درباره با در علم همین حرف رو میزد میگفت انسان هیچی نمیآموزه همه چیز رو داره قبل از اینکه به این دنیا بیاد وقتی که این دنیا میاد در اثر معاصره شدن در مسائل مادی فراموش میکنه بنابراین پروسه یادگیری در واقع به یاد آوردن نه چیز جدید مثل مجسمه ای که وجود داره ولی فقط مجسمه ساز این در کوه میاد سنگ اضافه رو میزنه و اون مجسمه رو ظاهر میکنه یه چیز جدید ایجاد نکرده فقط اون هشت و زواید رو زده بنابراین حقوق هم بر اساس اینکه شما پیرو کدوم مکتب باشید از دیرباز وجود داشته یا در نهاد بشر یا به هر حال در نهاد طبیعت وجود داشته ولی اون چیزی که فرمودن به مفهوم حقوق بشر که حالا تفاوت بین زن و مرد یا تفاوت بین به قول شما مؤمن و غیر مومن یا تفاوت بین اونهایی که رنگ دیگری دارن پوست دیگری دارن اونهایی که بلند قدترن سفید در نمیدونم کوتاه این تساوی در بین آهاد افراد بشر در مفهوم حقوق بشر داره خلاصه میشه خانم خب دکتر اصلا آیا ما مفهوم برابری در حقوق مفهوم درستی است که دنبالشیم آیا واقعا همه ای افراد حقوق برابری برخوردارن یا همونطور که تو مقدمه گفتم منظور چیز دیگه‌یه برای اینکه آدما بر اساس تلاششون دارای حقوق متفاوت میشن بر اساس اعمال و رفتارشون دارای حقوق متفاوت میشن درست همه آدم ها حق آزادی دارن حق انتخاب مسکن دارن ولی شما به خاطر جرمی که انجام میدید دیگه از این حق برخوردار نمیشید پس این مستاق که ما داریم میگیم همه افراد با هم برابرند و از حقوق برابر برخوردارن درسته یا تبصره داره؟ این که اشخاص حقشون برابر هست برمیگرده به اینکه حق چه مسئله ای رو داریم مطرح میکنیم همه چی در واقعا در هواشی اون کلمه حق که به کار میبریم باید بهش کانتکست بدیم باید زمین سازی داشته باشه بنابراین اگر که میگیم که حق دارن همه آیا حق چی دارن؟ حق داشتن اولیه چیزهای اولیه زندگی رو دارن یعنی حق جای مسکن، حق داشتن بیمه بهداشتی، داشتن قضا، داشتن آزادی، داشتن حقوق مساوی یا اینی که برای تلاش هایی که میکنن به طور منصفانه بتونن حقی که بهشون تعلق میگیره رو دریافت بکنن بنابراین اگر که ما حق رو بپرسیم چی هست حق چیزی است که در مقابل خدمت یا دانش یا کالایی که یه شخص عرضه میکنه پاداش منصفانش رو بگیره اگر که تلاش این شخص در پیشبرد زندگیش به حدی هست که باید حقش رو بگیره ولی این حق و محروم میشه ازش باید اونجا دنبال این گشت که آیا به چه علت این حق رو ما گرفتیم از این شخص برای اینکه بهتر بتونیم مسئله رو مطرح کنیم واقعا باید حقوق فردی و حقوق اجتماعی رو در دو تا مبحث جدا راجع بشیم کاملا بب... ببینید اتفاقا من با نظر ایشون موافقم برای اینکه شما وقتی این حقوق رو دارید تقسیم بندی میکنید یا بر شمارید ببینید در انقلاب کبیر فرانسه سه تا حق رو انقلابیون معتقد بودن آزادی برابری برادری این اصلا شعار انقلابیون بود در فرانسه در امریکا سه حق اصلی رو برای هر کس قبول کردن به نام Life, Liberty and Pursuit of Happiness آزادی، حیات، حق آزادی، حق حیات و حق جستجوی خوشبختی یعنی هر کس میتونه بره دنبال خوشبختی در قانون اساسی و در متمم اون در امریکا یازده حق اصلی رو برای اهالی این سرزمین پیش بینی کردن بنابراین شما حقوق رو تعیین شده و منظم دارید در متون قانونی حالا اینکه چقدر به قول شما اونی که مرتکب جرم میشه میره به زندان حق رأیگیری رو مثلا ازش میگیرن یا به حق بعضی از کارها رو ازش میگیرن خب طبیعتا ما وقتی از تساوی حقوق صحبت میکنیم تساوی حقوق برای همه افراد در شرایط مساوی اگر که شما شرایط رو عوض کنید خب طبیعتا حقوق مساوی تعلق نمیگیره فیر هم نیست انصاف هم نیست عادلانه نیست من فقط یه نکته ای دارم ما همش داریم میگیم تساوی حقوق و این دایره رو هم داریم هی اضافه میکنیم یعنی از اون سه تا حق یه ها تبدیل میشه مثلا به یازده تا حق و احتمالا با پیشرفت بشر هم هی بیشتر میشه این قضیه اساس خلقت بر تساوی نیست بر برابری نیست چرا ما داریم تلاش میکنیم به این سمت ببریمش برای اینکه آدم ها در دنیا به دنیا میان در خانواده های مختلف در سرزمین های مختلف و از همه بهتر در شرایط فیزیکی مختلف خوب. یعنی اساس خلقت بر نابرابری است اما ما داریم تلاش بکنیم به سمت برابری ببریمش کاملا درسته خب ببینید به قول حافظ میگه آسمان قرعه بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوان زدن اون عدالتی که در طبیعت وجود نداشت و از ابتدا یکی که در بیافرا یک بچه نیست که به دنیا میاد در یک خانواده بیا اونی که در یک خانواده لردان متمول در سوئیس به دنیا میاد خب طبیعتا معلوم از ابتدا برابر نیستن ولی انسان هدفش از خلقت چیه هدف اصلیش اینه که تا جایی که میتونه و از دستش برمیاد یک مقدار برابری رو و تصاویر رو برقرار بکنه تا جایی که امکان پذیره مگر نه همونطور که فرمودید بله در ابتدا اصولا در خلقت هم از ابتدا برابر نبوده تفاوت فکر میکنم و نکته ای که ایشون مطرح فرمودن با اونی که من داشتم به عرضتون میرسوندم این هست که اگر همه چیز رو در این دنیای مادی در نظر بگیریم حقها خیلی پایمال شده به حساب میاد و یا اشخاص از رسیدن به حقشون ممنوع شدن و نتونستن به اون محروم شدن محروم شدن اما اگر در یک عالم دیگه نگاه کنیم یعنی اگر ما منتهای ثروت رو درک و فهم بشری بدونیم و اینی که اگر اشخاص رو محروم کردیم از اینکه بالاترین حقی که میتونن داشته باشن حقی است که خودشون رو بشناسن و دانش و فهمی رو براشون فراهم بکنیم که بدونن که خودشون میتونن حق داشته باشن چه برسه اینکه برن دنبال حقشون بدونن اصلا میتونن حق داشته باشن ما در اونجا تصاویر رو تا حدی برقرار کردیم دانش و فهم این که همه میتونن برابر باشن و این حق آزادی فکری، آزادی اندیشه، آزادی بیان و درک این که همه یک جزئی از یک کل هستیم رو یا مذاهب یا دولت ها یا عمرا از مردم گرفتن حالا یا مختص یک گروه مذهبیش کردن یا مختص یک جنس به خصوص کردن یا مختص یک عده مردم منطقه جغرافیایی کردن خیلی زاویه خوبی رو مطرح کردید و فکر کنم بعد بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم اما اگه اجازه بدید یه توقف کوتاه داشته باشیم بینندگان عزیز شما با راه های تماس با ما آشنا بشید برمیگردیم و این بحث رو با هیجان بیشتری انشالله ادامه نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. راه های تماس با بازتاب، ایمیل اینفو ات پرژن بی ام ایس دات تلفون 671 828،, 828 828 با پیش شماره 201. همچنین در وبسایت و صفحات اجتماعی پرژن بی ام ایس و فیسبوک بازتاب می توانید جز اظهار نظر از آرشیو برنامه ها نیز استفاده کنید. بحثمون رو در مورد تساوی حقوق ادامه میدیم. آی دکتر ما چرا باید اساسا بریم دنبال تساوی حقوق؟ این نابرابری اون محرکی دنیا مگه نیست برای اینکه پیشرفت مطرح بشه. ما مثلا اگر به دنبال یه جامعه کمونیستی به فرض اینکه ایدالاش درست باشه و یا به قولی جامعه بی طبقه توحیدی بریم این یه رکودی رو ایجاد نمیکنه هیچ ایج انگیزه ای برای حرکت نخواهد بود کاملا درست اصلا غیر ممکنه اون که شما همه رو به صورت برابر و مساوی در بیارید در یک اجتماع چون همونطور که قبلا هم اشاره شد اصلا اساس خلقت بر چنان برابری نیست اما ببینید بحث تساوی مسئله اینه که شما امکانات مساوی رو در اختیار افراد میگذارید حالا اونهایی که میتونن استفاده بکنن بنا به شرایطشون یا بنا شرایط طبیعی فیزیکی و اجتماعیشون و اونایی که نمیتونن مثلا یک کلاس درس رو شما در نظر بگیرید یک معلم میاد یک درس واحد رو میده یک لکچر رو میده یک کتاب هم در اختیار هم هست این شاگردا قرار نیست که مساوی باشن که همه نمره 20 بگیرن یا نمره 18 بگیرن شما این امکانات رو به صورت مساوی در اختیار همه قرار میدید اونا به حسب استعدادشون و امکانشون و کوششی که بکار میبرن قرار نمره ای بگیرن و بنابراین بلافاصله بعد از اینکه شما امکانات مساوی رو در اختیار افراد قرار دادید تفاوتها آشکار خواهد شد این ناگزیره هیچ به صلاح چاره ای در این کار در رابطه با انسان ندارید بهره مندی از حقوق هستش که در تساوی حکومت مطرح یعنی همه بتونن ازش بهره مند بشن همه در اختیارشون هست مونتا اگر کسی فرض بفرمایید که بهره هوشیش سه برابر یکی دیگه است یا یکی کانا یا کنزنه خب طبیعتا نمیتونه پا به پای اونهای دیگه بیاد به همین دلیله که مثلا فرض فرمایید که گروه هایی که در طول تاریخ یک مقدار حقوقشون تضییع شده مثلا مثل سیاه ها در امریکا که تا یه مدت های حقی نداشتن بردگان و اینها بعد ها یک ریمدیال میجرمنت در نظر گرفتن یعنی حقوق بیشتری به اینا دادن که اینا بتونن برسن به سفید که مثلا در دانشگاه همه قبول شدن و اینا قبول نمیشن بنابراین یه سهمیه قائل شدن که سیاه بیشتر بیان اینجا اسنویسی بکنن که این یه مقدار جبران بشه یا در استخدام ها اینا این امکانات رو یعنی تصاویر رو به هم زدن حقوق اضافه دادن به گروههایی که قبلا عقب افتاده بود اتفاقا میخواستم رو بپرسم یعنی قانون میتونه این تصاویر رو اصلا به هم بزنه به قول شما یه به ده حقوق بیشتری بده و به یه دلایلی حقوق از یه ده سلب بکنه حتی حق حیات رو ممکن از یه کسی سلب بکنه یعنی مثلا خیلی از کشورها حکم اعدام داریم درسته ولی حق حق اشخاص رو ازشون گرفتن اول باید تصمیم بگیریم که این حق هست یا مزایای اجتماعیه برای اینکه خیلی وقتا اشخاص حق رو با مزه اجتماعیشون که باید برایش سعی کنن تلاش کنن و واجد شرایط بودنشون رو به اثبات برسونن اشتباه میکنن مثلا میگه حق رانندگی من از من گرفتن و اون شخص به خاطر سنش یا به خاطر محدودیت های فیزیکی که داره اون نمیتونه دیگه رانندگی بکنه از اولم حق, امتیاز شخص نبوده اینی که مردم شاید تفاوت حق و امتیازات رو ندونن خودش یک مسئله بزرگی در من اگر به این موضوع به طور فلسفی بخوام نگاه بکنم حق هر آدمی برای داشتن شرایطی که بتونه مایحتاج اولیه زندگیش رو داشته باشه و بعد با تلاشی که انجام میده بتونه بهبود زندگی و وضعش رو ایجاد بکنه و در هر شرایطی از دانش و معلومات بتونه برخوردار باشه اگر تصمیم گرفت که نره دنبال دانش و تحصیلات اون تصمیم خودش باشه و منتهای این دانش و تحصیلات این باشه که بدونه براش امکانات وجود داشته و با انتخاب خودش که اون معنی آزادی واقعی هست که حق انتخاب رو به اشخاص بدین راه هایی که برای رسیدن به نهایت خودش داره بتونیم در اختیارش بگذاریم و این رو از طریق قانون یا از طریق اعمال قانون بتونیم فراهم بکنیم این ما تا یه حدی عدالت رو برقرار کردیم در محیط این بحث حق چرا پیش میاد چون ناحقی و نابرابری که بیعدالتی ایجاد میکنه و بیعدالتی است که باعث جنگ ها و فجایی که در تاریخ اتفاق افتاده میشه اتفاق ولی... جالبه که ایشون اشاره کردن به مسائل مذهبی و مابد و طبیعه شاید مذاهب در تاریخ خیلی نقش عمده ای در گسترش بیعدالتی داشتن یعنی اگر بخوایم به اون مسئله تصاوی حقوق نگاه بکنیم همطور که اشاره کردن یه بحث فلسفی خیلی امیریه خودتون هم اشاره کردید در قسمت نخست که در خلقت هم تصاوی نبوده بنابراین به نظر من کاری که حقوق دانا یا قانون گذارا دارن میکنن اینه که تا ای که امکان پذیر هست امکانات مساوی رو در اختیار افراد بگذارن که با شرایط مساوی بتونن ازش استفاده کنن ولی در روند زندگی بلا فاصله به خاطر امکانات و استعدادهایی که افرادی دارن یا ندارن یا محدودیت هایی که دارن یا همه عواملی که یک فرد رو در بر میگیره عدم تصاوی پدیدار خواهد شد در واقع من میخوام با هر دوی شما یک مخالفت اینجا بکنم برای اینکه این که فرمودید که در خلقت تصاوی نیست این باز ما به چشم بصیرت نگاه نمی کنیم من هدفم از این نکته که از زاویه ای که شروع کردم این هست که همه چیز رو من وقتی در دنیای ماورای دنیای فیزیکی نگاه میکنم برابری رو کاملا میبینم فکر میکنم ما لنز های نگاه کردن به مسائل رو اگر عوض کنیم خیلی مسائل رنگ دیگه میگیره و اصلا برای من راحت تر میشه تفسیر رو بازش کرد و اگر که در خلقت قبول داشته باشیم که همه ما جزئی هستیم از وجود کل طبیعت و بشریت و کل خلقت روحی که در خلقت وجود داره اگر ما هر کدوم نقطه ای از یک کل هستیم نمیتونیم مثل یک قطره از آب دریا که از تمام خواص و تعاریف آب دریا برخوردار هست ماها نمیتونیم برخوردار نباشیم پس در خلقت هم تصاویر وجود داره آیا با چشم بصیرت نگاه میکنیم و آیا سیستم هایی که در کار هستن ما رو به اون طریق شناخت ذات اصلی خودمون هدایت میکنن یا نمیکنن؟ نه من میخواه از شما یه سوالی بکنم حالا فرض کنید دو تا فرزند متولد شدن دو قلوه مثلا از یک مادر یکی ناقص الخلقه است جور گرفتاری و مرض و اینا داره یکم فوقلاد باهوش و جنیسه قرار این موفق بشه در زندگی و خیلی هم زندگی خوب و راحتی داشته باشه از لحاظ مادی معنوی همه چی اون طفلک دائم تا آخر اوم احتیاج داره که یکی کمکش کنه یکی بهش غذا بده نه میتونه درس شما چگونه به اینا میتونید بگید که در خلقت تصاوی بوده یا عدالت بوده جایی که خلقت فیزیکی و متریال رو از خلقت ذاتی و روحی جدا میکنم خب توضیح این شما نتیجه عمل رو یا آخر خط رو برای اون بچه که خوب بوده وازش موفقیتش دونستید و اینکه میتونه در این دنیا برای خودش زندگی خوبی داشته باشه و اگر نهایت همه ما برگشت به اون قدرت کل هست چند سالی رو که در این وجود سر میکنیم حتما نباید همه مساوی باشیم پس در خلقت در خلقت فیزیکی مساوی نبودن اون دو تا بچه اما در خلقت نهاییشون که هدف رسیدن به اون قوه روحانی هست که هر چیزی رو در بر میگیری یا قوه معنوی قوه طبیعی هر جور که اسمشو میذاریم من نمیخوام حالت مذهبی پیدا کنه این صحبت ولی اعتقاد دارم که یک فرسی در دنیا هست که ما همه به عنوان جزئی از اون فرس تو این دنیا آمدیم با چیزهایی که بهمون به دادن یه کاری میکنیم مثل این مسابقاتی که تو تلویزیون میبینیم که چهار پنج تا آشپز هستن به اینا چیزهای محدودی میدن یکی میتونه شاهکار بسازه باهاش یکی نمیتونه خیلی موفق باشه آخر سر موفقیت اینا رو با پاداش پولی که بهشون میدن ما میبینیم اما آیا اون پاداشی که اون شخص از اون امتحان کردن اون تلاش اون اهمیتی که به کارش داد و اون لذتی که از دونستن اینکه تا چه حد میتونست این کار انجام بده به خودش مفتخر شد اونو ما ندیدیم خب نه برای اون دوتا بچه هم من فکر میکنم که خب. اون یکی که فلجه یا آخر خط این زندگیش نیست خب نه کاملا درست بنابراین اون دنیایی که ما میبینیم و مادیه و اینها عدالتی دوش نیست و تساوی هم نیست اما اون دنیایی که ما نمی بینیم و ندیدیم شما میگید اونجا قرار درست بشه حالا ما باید بپذیریم دیگه وعده شما رو ولی ببینید در تاریخ یه سر از فلاسفه معتقدن که شر وجود نداره در عالم هر چی هست خیره مونتا میتونه خیر درجات کم و زیاد داشته باشه یکی از فلاسفه ای که ایراد میکنه به این مسئله که به اونهایی که میگن شر وجود نداره میگه که شما چگونه به مادری که مثلا فرزند جوانش رفته تلف شده در اثر تصادفی یا اتفاق چیزی میتونید بگید که دلداری بدید که این خیر اندکه نه برای اون شر مجسمه مطلقه و میدونید حافظم باز در میگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود یعنی که پیر ما گفت که خداوند هیچ اشتباهی اشتبا نکرده در خلقت آفرین که اینقدر خطا پوش بود این پیر برای اینکه خدا هم خیلی اعتبالت گرفتاری داشته در خلقتی که کرد اگه اجازه بدیم من از زندگی کاریم که منو به این نقطه رسونده که میتونم با این دید به مسائل نگاه کنم کار من و شما آقای دکتر توی دادگاه ها این هست که کانفلیکت رو لمس میکنیم یعنی این تضاد بین آدم ها تضاد بین خانواده ها تضاد بین شرکت ها وقتی که با این تضاد روبرو هستیم دنبال راه چاره هستیم من بزرگترین هدف زندگی می هست که صلح رو در وجود اشخاص و در مجموع در اون زمینه کاری که دارم ایجاد بکنم دنبال راه های گشتم که جواب این تضادها رو و چجوری این تضادها رو میتونیم تبدیل کنیم به صلح که الان داریم در مورد کلی صحبت میکنیم صلح جهانی، عدالت بشری، حقوق بشری من تک تک خانواده هایی که باشون سر و کار دارم یا تک تک اشخاصی که در دادگاه سر و کار دارم سعی کردم که راههایی پیدا کنم که این تضاد اگر نمیتونیم براش چاره توی دادگاه ها و قوانین و توی سیستمی که الان در کار هست پیدا کنیم اینکه اون شخص رو عوض کنم که اون شخص برای خودش بتونه با صلح و یک حالت آرامش و ترانکولیتی به قول معروف زندگی بکنه بنابراین فرمایش شما رو کاملا متوجهم که برای اون مادر این جواب نمیشه اما اگر این مادر تا آخر عمر داره عذاب میکشه و خون دل میخوره و قراره که زندگی خودش رو هم فدای اون بله. چیزی که نداره بکنه ما الان توی کارهایی که انجام میدیم کارهای خیریه یک سیستمی هست به اسم asset based ما تو خون دوربر کسایی که هوملس هستن یا جاهایی که به هوملس ها کمک میکنه میریم هوملسه هیچی نداره حالا به هر دلیلی یا تنبلی خودش یا بیماری روحی یا به خاطر اینکه کارش رو از دست داد هوملس شد به هر دلیلی هست این آدم هیچی نداره که با این آدم بشینیم و اینو به زندگی دوباره امیدوارش کنیم و ورش گردونیم که با دید مثبت نگاه کنه بهش میگیم تو همه چی داری و اون همه چی چی هست اون گوهر درخشان وجود خودشه که به قدری دنیای اطرافش اینو تیره کرده و سیاه کرده که نمیذاره ببینه این نور و قوه محرکه و اون پشتکار و اون تلاش رو فراموش کرده که میتونه داشته باشه من خیلی با دیدگاه شما موافقم علیرغم اینکه با من مخالفت کردید اما یه نکتهی که دارم اینه که این دیدگاه دیدگاه خطرناکی میتونه باشه یعنی ضمن که میتونه آرامش روانی و روحی برای آدم ها ایجاد بکنه در ضمن میتونه اینا رو مسخ بکنه اینا رو از پیشرفت باز بداره اینا رو زیر دست استثمار قرار بده یعنی اونا با همین توجیهات که اگر که تو الان در عذابی در سختی هستی حق تو فلان کمپانی خورده ولی بدون که داری کمالی پیدا میکنی در عالم بعد که به اون میرسی اما میدونم که خیلی هم بحثمون هیجان انگیز شده متاسفانه وقتمون برای این برنامه تمام شده ما مجبوریم با بیننده ها مخدافزی بکنیم اما بحثمون رو با همین هیجان ادامه میدیم بینندگان عزیز برنامه بعد شاهد ادامه بحث ما خواهند بود تا برنامه بعد ادامه گفتگو خدا نگهدار